مسروق فرمان داد و گفت اصلا آتش نکنید، با این کار تنها چند تن کشته می شوند و باقی فرار می کنند. موضوع چیز دیگری است. از خشم ناخونش را گاز می گرفت. ناگهان دست به پیشانیش زد، چهره اش روشن شد. محمود را صدا زد و گفت این پشت بام صاف حمام را می بینی؟ پایین آن حیاتی است که همکنون بیشتر ماکویی ها در آنجا گرد آمده ان. خوب است یکی از افراد بیباک را مأمور کنیم به پشت حمام برود، از آنجا دو نارنجک به پایین پرتاب کند، بیگمان غارتگران سراسیمه می شوند. ما از این نابسامانیشان بهره می بریم و در یک آن از سنگرها بیرون می پریم و این 50 متر را که فاصله ما و دشمن است با 2 قدم طی می کنیم. در اینجا ما سود فراوان میبریم و شکار فراوانی در تورمان میافتد. داوطلبانی که این گفته را شنیدن از جای بلند شدند و گفتند من میروم. مسروب گفت بچه ها آرام باشید، تنها 1 تن برای این کار کافی است، باقی باید آماده باشند. همین که نارنجک ها ترکیدن به دشمن فرصت ندهید که به خدایت از سنگرها بیرون بجهید و ناگهان سر دشمن بریزید. محمود بگونه این مطمئن به پا خواست و گفت من میروم. من بمب را به درستی پرتاب میکنم. این کار را در تهران یاد گرفتم و بسیار آزموده هستم. با پیشنهاد او موافقت شد و آرام به سوی دشمن رفت. داوطلبانی که درون سنگر بودند قطارها و فانوسقه های خود را محکم به کمر بستند و شانه های فشنگ را به درون جعبه خزانه های تفنگ ها راندند. سپس همه خاموش شدند، به خود فشار آوردند و آماده بودند که از سنگرها بیرون بپرند. محمود مانند گربه به حال خزیده از بام حمام بالا رفت و در کنار دودکش پنهان شد. ناگهان گروه بسیاری از غارتگران در حیاط گرد آمدند. 2 بمب یکی پس از دیگری به زیر پرتاب شدند. صدای ترکش بمب ها تقریبا در 1 آن به گوش رسید. دودوگرد از حیات بلند شد، صدای ناله و شیون و فریاد کمک و دشنام و ناسزا از درون حیات شنیده شد. نخستین بار مسروب از سنگر بیرون پرید، داوطلبان به دنبال او بیرون جستند و شلیک را آغاز کردند. 50 متر در ظرف چند ثانیه طی شد. داوطلبان به درون حیات ریختند، حتی 1 تن از ماکویی ها نتوانست از حیات بیرون برود. مسروب یادآوری کرد بچه ها ما اسیر لازم داریم. گروه های دیگر فدائیان در حیات های آن سوتر به عملیات پرداختند. ماکویی ها به خود آمدند، از اردوگاهی که نزدیک روستای صوفیان بود نیروی تقویتی به کمکشان آمد. اما داوطلبان با آتش دقیق و هماهنگ آنها را زمین گیر کردند و سپس به حمله پرداختند. امروز بامداد مرتجعان 150 کشته در میدان جا گذاشتن. به قول معروف دنبال سبیل رفتن، ریششان را جا گذاشتن. تلفات فدائیان کم بود و خود مسروب هم زخم سبکی برداشت. او افسوس خورد که همه چیز را پیش بینی نکرده بود. بایستی پس از پیروزی در هجوم به تکمیل موقعیت می پرداخت و دشمن را از صوفیان هم می راند. بدون اجازه فرماندهی نخواست به چنین کاری دست بزند. اسیران بسیاری را به قرارگاه سردار آوردن، اینها بایستی بیدرنگ بازجویی می شدند و پس از تطبیق و مقایسه گفته هایشان اطلاعاتی قطعی از وضع دشمن به دست می آمد و بنابران برآورد وضعیت می شد و تصمیم لازم اتخاذ می گردید.
قاسم بهبودی یافت و دوباره با ناشکی با این میخواست به مأموریت نبرد بپردازد. انتظارش دیری نپایید و یک روز بامداد هنگام خوردن صبحانه یدالله وارد شد و پاکتی آورد. محمود آن را گشود و گفت: اوه، امروز ساعت 7 شب باید برای شورا نزد سردار برویم و او روی قاسم هم حساب کرده. در ساعت 6:30 کالاسکه ها و درشکه های بسیاری به سوی قرارگاه سردار روان بودند. بسیاری پیاده یا سوار بر اسب به آن سو می رفتند. هر کس دعوتنامه خود را به داوطلبی که دم در ایستاده بود نشان می داد و وارد می شد و تالار کوچک بود. شرکت کنندگان همه مسلح بودند. با خود خنجر، قطار فشنگ، تفنگ، تپانچه و حتی نارنجک دستی همراه داشتند. امروز برای نخستین بار در تاریخ انقلاب آذربایجان از سوی انجمن شورای جنگی تشکیل شد. سردار باقرخان، علیدایی و رهبران دفاع تبریز در مرکز تالار نشسته بودند. ستارخان دستش را بلند کرد، از حاضران خواست که توجه کنند و گفت: میپندارم همه آمده ان، میتوانیم جلسه را آغاز کنیم. دستور جلسه ما تنها گفتگو درباره دفاع تبریز است. و سپس باقرخان آغاز سخن کرد و گفت: برادران عزیز، با وجود بیرحمی و برتری نیروی دشمن از لحاظ شماره، ما تا کنون نه تنها به او اجازه نداده ایم حتی یک گام به جلو بیاید، بلکه به منطقه زیر کنترل ارتش ما افسوده شده. ما این کامیابی ها را در سایه پیوند ناگسستنی من با مردم و قهرمانی داوطلبان و اکثریت مردم به دست آورده ایم. باقرخان به آسانی و آزادی گفتگو می کرد. هر کسی او را می شناخت، از پیشرفت شیوه سخنگوییش و از خردمندانه بودن گفته هایش که ضمن سالها پیکار با دشمنان انقلاب به دست آورده بود به شگفتی فرو می رفت. او گفته اش را چنین دنبال کرد: ما ضمن انجام نبردهای بسیار آبرو و نامداری مردم سرزمینمان را استوار کردیم. هم اکنون رفقا، روزهای گرفتن تصمیم قطعی فرا رسیده. یا باید انقلابیون پیروز شوند یا آنکه همه باید با شرافت بمیریم. شما می دانید که در این روزها فدائیان دلیر زیر فرمان مصروب دار و دسته غارتگر ماکویی را شکست دادند. ما اسیرهای فراوانی از آنها گرفته ایم. همه ی آنها ضمن بازجویی اعتراف کرده اند که عین الدوله و سپهدار آماده ی حمله قطعی به شهر شده اند. اخباری که از بازجویی اسیران به دست آورده ایم با اطلاعات دیگرمان که از پیش داشتیم جور در می آید. باقرخان در ادامه این گونه افزود: دشمن چه اندازه نیرو گرد آورده؟ بسیار. دار و دسته ماکویی ها، نیروی دولتی منظم سپهدار، راهزنان وابسته به خانهای شاهزوان، دسته های رحیم خان و شجاع نظام. دیشب یک یگان قزاق ایرانی زیر فرماندهی جلاد نامدار سرگرد محمد خان از تهران وارد شده و به نیروهای مرتجعان پیوسته. هرگاه غارتگران اسلامی های محلی دوچی و سرخاب را به این نیرو بیفزاییم، شماره نیروهایی که علیه ما عملیات خواهند کرد بدون گزافه گویی در حدود 40,000 تن خواهند بود. اینها همه آماده اند با یک اشاره به ما هجوم برند. سردار بارها گفته که برتری نفرات دشمن ما را به هراس نمی اندازد. سپس باقرخان نقشه شهر را که با مقیاس بزرگ رسم شده بود باز کرد و درباره پیوست‌های آن توضیحات لازم را داد. خط جبهه به روشنی روی نقشه نشانه گذاری شده بود. مواضع و آرایش یگان‌های دشمن دقیقاً تعیین گردیده بود. شماره افراد یگان‌های دشمن سمت حمله دشمن سمت حمله احتمالی آنها روی نقشه نشان داده شده بود. فرماندهی انقلابیون از نخستین روزهای نبرد توانسته بود که جزئیات و مدارک لازم را برای تصمیم عملیات آینده آماده کند. همکنون فرمانده هر یگان داوطلب می دانست که چه نیرویی از دشمن در برابر یگان او قرار دارد و سلاح و ساز و برگ آن نیرو چیست و در این طرح رویدادهای غیر مترقبه در نظر گرفته شده بود.
فرماندهان یگان با خوشنودی به همدیگر نگاه می کردند و می گفتند که چون این احساس می شود که دستگاه فرماندهی ما بیهوده وقت خود را تلف نکرده. باقرخان در پایان گفت: این اطلاعات ما و طرح عملیات ماست. نتیجه نبردی که در آینده روی می دهد نه تنها سرنوشت تبریز بلکه سرنوشت سر تا سر ایران را تأیید می کند. باید یا سلطنت محمد شاه قاجار در ایران پا بر جا باشد یا مانند کشور آزادی باشیم که باید سخت پایداری کنیم. باید تا واپس این قطره خون و آخرین نفس نبرد کنیم. اگر آقایان فرماندهان درباره این طرح نظری دارن خواهش میکنم که بفرمایند. نخست همه خاموش بودند و سپس به آرامی بانگ تایید همه بلند شد که گفتند: طرح خوبی است. کامیابی هر طرح خوبی وابسته به روش اجرای آن است. سپس کسی پرسید که چه هنگام باید منتظر حمله دشمن بود. باقرخان جواب داد که درباره این موضوع ما فرماندهان را آگاه خواهیم کرد و هنگامی که زمان حمله نزدیک شود همه باید آماده پایداری شوند. مسروب در حالی که سبیل‌های سیاه خود را تاب می‌داد با حالت اعتراض گفت: اعتراض دارم. من موافق نیستم که فقط از منطقه لیلاوا دفاع کنم. علی دایی با شگفتی پرسید: چرا فرزند؟ مسروب گفت: برای اینکه در این منطقه انتظار حمله جدی دشمن نمی رود. این به آن معنی است که دسته زیر فرمان من، بچه های رزمنده من باید بیکار بنشینند و تلاش دیگران را تماشا کنند. موافق نیستند. خاموشی برقرار گردید. آری یگان زیر فرمان مسروب یکی از بهترین دسته های رزمنده بود و تنظیم کنندگان این طرح نبایستی نقش فعال این یگان را از نظر دور کنند. سردار سرش را بلند کرد و گفت: مسروب را به حساس ترین منطقه ها کنار رفقای قفقازی منتقل می کنیم. مسروب فریاد زد و گفت: سردار بسیار سپاسگزارم. از باقرخان پرسید: چه کسی فرماندهی نیروی ضربتی را در حمله متقابل ما به عهده خواهد داشت؟ باقرخان گفت: علی دایی برای این کار در نظر گرفته شده. و همکنون محمود از جا بلند شد و گفت: من درباره مأموریت خودمان گروه فدایی که از تهران آمده ان چیزی نشنیدم. باقرخان جواب داد: شما با دوستانتان و عبدالله آقا و گاد آقا پیش سردار و یگان زیر فرمان مستقیمش خواهید مان. آیا کسی پرسش دیگری دارد؟ مشتی حسن که در نزدیکی سردار نشسته بود در برابر شگفتی همگان به پا خواست و گفت: فرزندان، شما طرح خوبی آماده کرده اید. این مقدمه است و چندان سودی در بر ندارد. باید تصمیم از مرحله طرح به مرحله اجرا درآید. دشمن پیوسته تقویت می شود و ما می نشینیم و گفتگو می کنیم. آیا نباید شتاب کرد؟ به عقیده من این کندی به ما آسیب می رساند و سودی در بر ندارد. پدران و نیاکان ما گفته اند اگر سگ گله احساس کند کسی از آن پشتیبانی می کند، گرگ را خفه می کند. میخواهم بگویم آنها پیوسته کمک دریافت میکنند و ما چه؟ پیرمرد سخت به سرفه افتاد، گویا از زور هیجان گلویش خارش گرفته بود. در پایان فقط دستش را تکان داد. سردار برای او شهر داد: عمو جان، ما از ناراحتی شما آگاهیم، اما شما بیهوده میاندیشید که ما تنها هستیم. ما هم دوستان و یارانی داریم، حتی پشتیبانان ما از آنها بیشترن. چه کسی از سلطان پشتیبانی می کند؟ خانها و اربابها و جیر خوران آنها. اما همه مردم آذربایجان با ما هستند. علاوه بر تبریز، مرند، اردبیل، ارومیه، میانه، زنجان و قزوین و مردم چند شهر دیگر آماده ان که به ما کمک کنند. ما دوستانی در تهران و رشت داریم. اما فراموش نکنید که از باکو و تفلیس هم رفقایی به کمک ما آمده اند. سپس به دو مرد موبور و تنومن که کناری نشسته بودن اشاره کرد و گفت: او رفیق ما ایوانوف است و کنارش پوتاپوف نشسته.
اینها روسی هستند، آنها هم مانند ما شیفته ی آزادیان، در اینجا چنان میکوشند که گویی در میهن خودشان و به خاطر هم میهنانشان پیکار میکنند. درستی و پاکی گفتار سردار بر قلب همه اثر بخشید. مشتی حسن گفت: من که از این خطر شما را آگاه کردم از ترس نبود. آخر ما سوگند خورده ایم که زندگی من را به خاطر آزادی مردم فدا کنیم. من میخواهم کارمان به تأخیر نیفتد، چون مردم منتظرن که هرچه زودتر از خودکامگی رهایی یابند. هر روز که فرمان روایی سلطان بر این مردم بپاید بیشتر آزار میبینند. در پایان سردار گفت: عمو جان، ما منظور شما را فهمیدیم. در این شب هراسناک کمتر کسی در تبریز به خواب رفت. در میان مردم تبریز شایع شده بود که فردا باید منتظر نبردی سخت باشند. ساکنان این شهر به قرش توپ‌ها و صدای ترق و طرق سلاح‌های دیگر خو گرفته بودند. اما با این همه جنگ عروسی نیست، طبعاً هر کسی از رویداد آن به هراس می‌افتد. بامدادان هوا خاکستری و مه‌آلود بود. تاریکی شب به پایان رسید. از سوی کوههای سهند باد سردی می‌وزید. برای بسیاری از مردم تبریز این آخرین بامداد بود. از مناره‌ها صدای مؤذن‌ها به گوش‌ها می‌رسید که مردم را به نماز می‌خواندند. سردار دستور داده بود که امروز بامداد شماره اذان گویان افزایش یابد. صدای اندوهناک اذان از هر سو به گوش می‌رسید. طبعا این اقدام روی مؤمنان اثری ژرف باقی می‌گذاشت و آخر مرتجعان به مردم تلقین کرده بودند که ستارخان و داوطلبانش همه خادمان شیطان و خدا نشناس و مرتد هستند. اما همکنون پیش از آغاز نبرد که مردم را به نماز خواندن در مؤمنان اثر نیکویی داشت. آشکار بود که مبلغان شاه مردم را گمراه کرده بودند. از آن گویان نه تنها از بالای مناره ها بلکه از پشت بام های مدرسه ها و خانه ها بانگ از آن را بلند کردند. اما در اردوگاه عین الدوله هیچ کس درباره نماز و انجام فریضه دینی نمی اندیشید. در آنجا همه در اندیشه آن بودند که چگونه مردم را بیشتر بیازارند. تبریزی ها از تجربیات تلخشان دریافتند. به محض اینکه نیروهای مرتجعان به محله ها و خیابان های تبریز بریزند، نخست به کشتار و غارت خواهند پرداخت. عین الدوله و سپهدار هم طرح حمله به شهر را آماده کرده بودند. بنا بود ضربت اصلی را به مرکز خط دفاعی فداییان، یعنی محله رنج کشیده ی امیر خیز وارد آورند. یگانی که بنا بود به این منطقه حمله کند قزاق‌های ایرانی زیر فرماندهی سرگرد محمد خان بودند و قزاق‌ها در جایگاه شام قازان مستقر شدند. قرار بود که این یگان برگزیده قزاق با یگان زیر فرماندهی پوتاپوف برآویزد. پایداری فداییان زیر فرماندهی پوتاپوف در نبرد آزمایش شده بود و بیهوده این یگان را در حساس‌ترین منطقه دفاعی که احتمال خطر از سوی دشمن می‌رفت نگذاشته بودند. نشانه آغاز حمله از سوی حمله کنندگان شلیک 3 تیر توپ بود. سپیده‌دم یوسف علی محمد خان را از خواب بیدار کرد و گزارش داد که افراد برای حمله آماده اند. سرگرد با لباس خوابیده بود و چشمانش را گشود و خواب‌آلود بود. یوسف علی را نگریست و با تکان دادن سر به او فهمانید که خود را آماده می کند. در حالی که دست روی دست می شد، سفارش پیشین پدرش حاجی سمسام را به یاد آورد که گفته بود: فرزندم، هنگامی که سر سفره می نشینی لقمه چرب را برگزین، اما خود را از انجام کارهای دشوار دور نگاه دار. در این هنگام محمد خان به خود فرو رفت. او نمیخواست خود را زیاد به خطر بیندازد و در این لحظه ناگوار یکی از افسران زیر دستش پیش او آمد و گفت: دنیای کتاب صوتی.